سلام به شما دوستای خوبم، ممنونم از اینکه منو همراهی میکنین. امروز قصد دارم هفت نشانه رو برای شما توضیح بدم که نشان دهنده بیماری قلبی است. پس با من همراه باشید و اگر این نشانه ها رو داشتید حتما اونها رو جدی بگیرید. مورد اول، زانتوماس. لکه های چربی کوچک بر روی پلک ها، باسن، آرنج ها یا زانو ها که به نام زانتوماس نامیده می شوند و به خودی خود بی ضرر هستند. با این حال چنین توده های چربی نشان دهنده که وجود بیش از حد کلسترول هستند. آنقدر زیادند که عروق نمی توانند آن را در خود نگه دارند و برای حفظ تعادلشان آنها را به زیر پوست منتقل می کنند. بنابراین عروق خودشان به کمک فوری نیاز دارند. آنها به احتمال زیاد در حال حاضر مبتلا به آتروسکلروز هستند که می تواند به مشکلات بزرگتر قلبی منجر شود. مورد دوم، خمیازه کشیدن در حین فعالیت‌های ورزشی. هنگامی که بدن عرق می کند از طریق تبخیر رطوبت از سطح پوست خنک می شود. با این حال بدن ما دارای راه‌های دیگری برای خنک کردن خود نیز می باشد، مانند خمیازه که کمک می کند تا بدن با اکسیژن اشباع شود و درجه حرارت در سر کاهش یابد. اگر مکانیزم های طبیعی تنظیم گرمای بدن نتواند برطرف شود، در طی ورزش نیز با خمیازه می کشیم. دلیل اختلال در کار تنظیم حرارت می تواند متنوع باشد و یکی از آنها بیماری قلبی است. مورد سوم، بوی ناخوشایند دهان. التهاب لثه با بیماری پریودنتال می توانند منجر به بوی ناخوشایند دهان و حتی از دست دادن دندان شوند، اما این تنها عواقب ناگوار التهاب لثه ای نیست. مطالعات جدیدی در آمریکا نشان می دهد که ارتباط بین بیماری لثه و بیماری قلبی وجود دارد. واقعیت این است که باکتری های موجود در لثه های ملتهب می توانند به سیستم قلبی عروقی وارد شوند و موجب التهابات در آنجا شوند. خطر ابتلا به بیماری قلبی در بیماران مبتلا به پریودونتیت 20% بیشتر است. بنابراین مهم نیست که دندان پزشکتون چقدر بد است، نرفتن پیش او ارزش این ریسک را ندارد. مورد چهارم، نداشتن آکنه در نوجوانی. این مطالعه فقط درباره که مردان انجام شده، اما نتایج هنوز هم جالب هستند. کسانی که در دوران نوجوانیشان به علت داشتن آکنه های زیاد بسیار خجالت زده بودند، خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی در آنها به میزان 33% کمتر است. به طور کلی این موضوع ربط به هورمون ها دارد که بر تمام سیستم های بدن عمل می کنند. مورد پنجم، طول انگشت حلقه. اگر انگشت حلقه به طور قابل توجهی کوتاه‌تر از انگشت اشاره باشد، خطر ابتلا به بیماری قلبی بالاتر است. این رابطه عجیب توسط محققان در دانشگاه انگلیس نشان داده شد. طول انگشت به علت میزان تستوسترون در دوران رشد جنینی انسان است و سیستم هورمونی بر سلامت سیستم قلب و عروق تأثیر دارد. مورد ششم، لب‌های آبی و کبود. حتی یک فرد سالم لبهایش می تواند به آبی رنگ متمایل شود. برای مثال اگر هوا بسیار سرد باشد یا در ارتفاع بالایی قرار داشته باشد، از لحاظ فیزیولوژیکی این به دلیل سخت شدن گردش خون و کم بوده موقتی اکسیژن است. اگر لبها بدون هیچ علت ظاهری آبی شوند، پس مشکلی در جریان خون بدن وجود دارد. حتما برای بررسی قلبی و عروقی خون خود به متخصص قلب بروید. مورد هفتم، تغییر شکل ناخن ها. اگر ناخن ها شروع به زخم شدن و گرد شدن کردن، حتما به آنها بیشتر دقت کنید. این نوع تغییرات از مشکلات رگهای خونی حرف می زنند. به احتمال زیاد خون رسانی به مقدار مناسب به نوک انگشتان نمی رسد. در این وضعیت سلول های ناخن صفحات رشد خود را تقویت می کنند و سعی می کنند تا این مشکل را حل کنند. این علامت از دوران باستان شناخته شده بود و انگشتان هیپوکرات نامیده می شود. مرسی که با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.